بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دوستان عزیز، در خدمتون هستم با جلسه 12 درس تحلیل سازه 1 که به بحث کار مجازی، روش کار مجازی یا روش بار واحد خواهیم پرداخت. این جلسه اولی هستش که در این مورد بحث خواهیم کرد. این جلسه در مورد محاسبه تغییر شکل‌ها در تیرها با استفاده از این روش هستش. انشالله در جلسه بعدی نحوه محاسبه تغییر شکل‌ها در خرپا با استفاده از همین روش رو بررسی خواهیم کرد. خب قبل از اینکه این روش رو شروع کنیم، بایستی یک سری مفاهیم پایه خدمتتون عرض کنیم. خب اول اینکه تعریف کار چی هستش؟ خب تعریف کاری که شما در فیزیک یا شاید در دبیرستان داشتید، به توانایی انجام کار میگفتیم، انرژی. ولی تعریف کار به این صورت هستش که به نیرو ضرب در فاصله، به صورت ساده کار میگیم. ولی در بحث تحلیل سازه، ما نیروهایی که به سازه داریم باعث ایجاد تغییر شکل میشه. ما هم نیروی خارجی داریم و هم نیروی داخلی داریم. نیروهای خارجی به صورت مجزایی کار انجام میدن و نیروهای داخلی هم به صورت مجزایی کار انجام میدن. ما یک اصلی رو داریم به اسم اصل در واقع پایستاری انرژی که به این صورت هستش که کار انجام شده توسط نیروهای داخلی برابر است با کار انجام شده توسط نیروهای خارجی. کار انجام شده توسط یک نیروی خارجی، اگر این در واقع جسم سبز نماینده یک سازه باشه و در واقع سازه یک تغییر شکل دلتایی ایجاد بشه، به نیرو ضرب در تغییر مکان میگن کار انجام شده توسط این نیروی پی، که حالا با این رو با W نشون دادیم. پس کار میشه نیرو ضرب در تغییر مکان. ما کار رو برای لنگر خمشی هم داریم، یعنی در یه نقطه از سازه که یه لنگر خمشی به سازه اعمال بشه و اون نقطه به اندازه زاویه تتاب به چرخه، کار انجام شده برابر است با لنگر ضرب در چرخش. پس امتتا میشه مقدار کاری که توسط این لنگر انجام شده. پس اینم کار انجام شده توسط یک لنگر خارجی هستش که به این صورت بیان میشه. خب ما اصل کار مجازی رو به این صورت هست که خدمتتون خواهیم گفت. یک سازی رو در نظر بگیرید مثل این، یه سازه کلی که تحت اثر بارهای دلخواهی قرار گرفته. پس ما اینجا سازه دلخواهی رو که در نظر گرفتیم، حالا میتونه تیر باشه، میتونه قاب باشه، میتونه خرپا باشه، ولی من اثرات تغییر شکل‌هایی که اینجا خدمتتون بیان میکنم، اثر تغییر شکل‌های خمشی هستش. یعنی یه جورایی ما این جلسه بحثمون متمرکز میشه روی تیرها و یا قابها، ولی همین مفهومی رو که الان خواهیم گفت هفته آینده برای خرپا خواهیم گفت و اصولا یک روش کلی هستش و برای هر نوع سازه‌ای قابل بیان هستش. خب اگر این فرم کلی، این شکل زرد یک سازه در حالت کلی باشه و فرم تغییر شکل یافته اون این خطچین باشه و بخوایم در یه نقطه از سازه دلتا رو حساب کنیم، روش کار مجازی به این صورت هستش که ما همون سازه رو و در همون راستایی که میخوایم دلتا رو حساب کنیم، یک بار واحد قرار میدیم. خب اگر لنگر در سازه اصلی که تحت اثر بارهای اصلی هستش ام بزرگ باشه، ببینید این ام
چیه بچه ها؟ نمودار لنگر خمشی در سازه اصلی باشه و سازه‌ای که بار واحد وارد شده رو، لنگرش رو ام کوچیک در نظر بگیریم، نحوه محاسبه دلتا به این صورت خواهد بود که یک ضرب در دلتا، یعنی این یک نیروی مجازی، ضرب در تغییر شکل، ضرب در تغییر شکل واقعی مساوی است با لنگر داخلی، یعنی ام داخلی مجازی، ضرب در تغییر شکل‌های واقعی. این اصل کار مجازیه. ببینید، پس ببینید اینجا کار انجام شده توسط نیروی مجازی با تغییر شکل حقیقی برابر است با مجموع، در واقع این خارجی بود، برابر است با مجموع کل کارهای داخلی انجام شده توسط نیروی مجازی در تغییر شکل‌های حقیقی. به این میگن اصل کار مجازی. و ما حالا این مفهومو که خدمتون عرض کردیم که تبدیل شد به این معادله، ما از این معادله استفاده خواهیم کرد و در سازه‌هایی که اثر تغییر شکل‌های خمشی است رو باهاش حساب می‌کنیم. حالا مثلا جلسه بعد وقتی که اثر تغییر شکل‌های محوری در خرپا رو داریم، این انتگرال تبدیل میشه به سیگما، نیرو داخلی میشه N و این دیتتا تبدیل به یه دلتا داخل اعضا میشه. پس این مفهومی که به این صورت داریم رو به راحتی برای انواع سازا و انواع تغییر شکل‌ها میتونیم تعمیمش بدیم. ولی ما در این جلسه و کلن بحث مربوط به تیرها صرفاً اثر تغییر شکل‌های خمشی رو به این صورت لحاظ می‌کنیم و از اثر تغییر شکل‌های برشی، پیچشی، اثرات درجه حرارت، نقص عضو و اینها همه صرف نظر می‌کنیم. البته نقص عضو رو در خرپا خدمتتون می‌گیم، ولی در مورد تیرها فقط به همین رابطه اکتفا می‌کنیم و حالت پیشرفته‌تر و حالت کامل‌ترش رو بیان نخواهیم کرد. خب همین رابطه ای که داریم، یک در دلتا مساوی است با انتگرال ام بر روی تتا، که چی میگه؟ در واقع اصلش رو من اینجا نوشتم که میگه کار خارجی انجام شده توسط نیروهای مجازی با تغییر شکل‌های حقیقی برابر است با کار داخلی نیروهای مجازی با تغییر شکل‌های حقیقی که با این رابطه بیان میشه، ما میتونیم میخواهیم به جای دی تتا هم میتونیم مقدارش رو قرار بدیم. از اونجایی که ایرگزگون مساوی است با تتا پریم، نتیجه میگیم این تتا خودش هم، این تتا پریم یعنی دی تتا به دی ایکس، و خود ایرگزگون هم میدونیم ام بر روی ای آی هستش. در نتیجه دی تتا از این رابطه میشه چی؟ میشه ام بر روی ای آی در دی ایکس. پس اگر به جای دی تتا ام بر روی ای آی دی ایکس قرار بدیم، این به جای دی تتا این رابطه رو قرار بدیم، رابطه‌ای که به دست میاد اینه. این اساس رابطه‌ای هستش که انشالله ما این جلسه ازش استفاده می‌کنیم و 3 مثال ازش حل می‌کنیم و تغییر شکل‌ها رو ازش حساب می‌کنیم. این پس اساس رابطه اساسی هستش که در این جلسه داریم. بنابراین دوستان عزیز دقت بفرمایید، ما موقعی که در یه نقطه دلخواه مثل اینجا یه نقطه دلخواه میخواییم دلتا رو حساب کنیم، اول بایستی لنگر در سازه رو حساب کنیم، ام بزرگ، و بعد در جهت و در همون نقطه‌ای که قراره دلتا رو حساب کنیم بایستی یک بار واحد بر سازه اعمال کنیم، و اگر لنگر داخلی این ام کوچیک باشه، مقدار دلتا میشه چی؟ میشه 1 ضرب دلتا در انتگرال ام بر روی ای آی. به این صورت ما مقدار دلتا رو به دست میاریم. حالا فرض کنید که ما بخوایم تتا رو در یه نقطه حساب کنیم، مثلا در یه نقطه دلخواهی مثل این نقطه میخوایم تتا رو حساب کنیم. اینجا ما چی کار میکنیم؟ اول لنگر کل تیر رو حساب میکنیم، کل سازه رو حساب میکنیم که ام بزرگ باشه، با این مشکلی نداریم، لنگر واقعی سازه است. بعد میاییم در همون نقطه‌ای که قرار تتا رو حساب کنیم،
یه لنگر واحد وارد میکنیم. از اونجایی که لنگر واحد در تتا میشه کار انجام شده، بنابراین با اعمال لنگر ما در واقع این سمت کار مجازی انجام شده توسط لنگر واحد رو اعمال کردیم، که اگر ام ناشی از همین لنگر، ام کوچیک رو ناشی از همین لنگر اینجا وارد کنیم، میتونیم تتا رو به این صورت از رابطه کار مجازی محاسبه کنیم. خب بریم سراغ اولین مثال که تا حد ممکن یک مثال آسون انتخاب شده. در این مثال با استفاده از روش بار واحد یا روش کار مجازی میخوایم دلتای بی و تتای بی رو حساب کنیم. خب به نظرتون روش کار به چه صورتیه؟ من خودم بهتون میگم که روش کار به چه صورتی هستش. خب اولا ما دوتا تغییر شکل رو داریم، پس دو بار بایستی بار مجازی رو وارد کنیم. برای محاسبه دلتای بی، ببینید دلتا در بیه، پس بایستی در بی یه بار واحد وارد کنیم، چون دلتا رو به صورت قائم میخوایم، یک نیروی قائم وارد میکنیم و این یه بار پس بایستی بار واحد قرار بدیم که ازش چی به دست بیاد؟ ام کوچیک به دست بیاد. خب قبلش بایستی ام بزرگ رو هم حساب کنیم، یعنی لنگر داخل تیر رو هم بایستی حساب کنیم. اگر این دوتا رو حساب کنیم، انتگرال ام کوچیک در ام بزرگ تقسیم بر ای آی، چون ای آی هم یه عدد ثابته، دی ایکس، حاصل این انتگرال میشه چی؟ میشه تغییر شکل دلتا. پس یه مرحله این کار رو انجام میدیم. خب این میشه دلتای بی به دست بیاد. واسه محاسبه تتای بی چه کار میکنیم؟ تو نقطه بی واسه لنگر واحد قرار بدیم. پس اینجا دوباره تو بی یه لنگر واحد قرار میدیم و میاییم معادله یه لنگر ام کوچیک رو به دست میاریم. معادله ام بزرگ که معادله تیر واقعیه، همون قبلیه، همونه، یه بار حساب میکنه ام واقعی رو، ولی ام کوچیک ناشی از لنگر واحد رو یه بار دیگه حساب میکنیم و رابطه یک در تتا مساوی است با انتگرال ام ام بر روی ای آی دی ایکس رو حساب میکنیم. حاصل این انتگرال مقدار تتا در بی خواهد بود. خب بریم سراغ پاسخ. ببینید بچه‌ها، ما اول از همه در فاصله ایکس یه برش زدیم واسه این که معادله ام رو به دست بیاریم. پس ما اول یه برش زدیم در فاصله ایکس، یک برش در فاصله ایکس زدیم. در فاصله ایکس وقتی که برش بزنیم، ما یک لنگر داخلی ام داریم، کلش رو بالاست، وی ام برش داخلی هستش. من برای این قسمت دارم برش رو در واقع برش میزنم و جدا میکنم. من اینجا خود در واقع قسمت برش خورده رو جدا نکردم و روی خود تیر دارم نشونش میدم. خب این قسمتی که جدا شده، برایند بار گستردش میشه چقدر؟ خب خود بار گسترده شدتش کیو هستش، ضرب در ایکس بشه میشه کیو ایکس، و این کیو ایکس رو در وسط این قسمت برش خورده شده قرار میدیم. و الان برای این قسمتی که برش خورده، ما حول این نقطه‌ای که کات زدیم لنگرگیری انجام میدیم. سیگما ام حول کات مساوی با صفر، در نتیجه ام به اضافه، در واقع اینجا به اضافه داره، ام به اضافه ام ساعتگرده، کیو ایکس فاصله اش هم ایکس دومه، کیو ایکس ضرب در ایکس دوم میشه یک دوم کیو ایکس دو مساوی با صفر. این معادله در واقع تعادل لنگر واسه این قسمته که از این نتیجه میگیریم که ام مساوی است با چیه؟ مساوی است با منفی کیو ایکس دو، منفی یک دوم کیو ایکس دو. پس ما از سر آزاد شروع کردیم. خب این یه نکته است بچه‌ها، یه نکته است. چه نکته‌ای؟ نکته اینه که بچه‌ها، ما تیر یه سر گیردار رو داشته باشیم، اگه از سر آزاد برش بزنیم، نیازی نیست عکس العمل رو حساب کنیم و معادل لنگر رو در یک مرحله و مستقیم و در راحت ترین حالت ممکن میتونیم محاسبه کنیم. پس این نکته رو بدونید، همیشه اگه تیر یه سر گیردار داشتید، بهتره که از سر آزاد برش بزنید. این ساده ترین حالت ممکنه.
پس منم از سر آزاد برج زدم، معادله لنگر رو به دست آوردم. حالا بریم سراغ محاسبه دلتای بی. دلتای بی برای محاسبه دلتای بی که این انتها باشه، ما بایستی بار واحد رو در همین بی قرار بدیم، چون دلتا منظور از ما تغییر شکل قائمه، بایستی بار رو به صورت قائم وارد کنیم. خب پس ما از این در واقع قسمت بالا ام بزرگ رو به دست آوردیم، با این بار واحد اعمال شده ام کوچیک به دست میاد، که دیدید این ام بزرگ واقعا به دست اومد، این ام بزرگ به دست اومد. حالا ام کوچیک چجوری به دست میاد؟ ما برای ام کوچیک دیگه آپشن نداریم که بگیم مثلا میتونیم از این ورش برش بزنیم یا از اون ور برش میزنیم. ما مبدا مختصاتی رو که برای برش انتخاب کردیم اگر از سر آزاد گرفتیم، همین مبدا مختصات رو هم بایستی برای بار مجازی به همون صورت در نظر بگیم. یعنی ما مبدا رو اینجا گرفتیم و این ور برش زدیم، ما هم بایستی مبدا رو حتما این ور بگیریم. حالا میشه اون ور رو برش زد، ولی مبدا بایستی دقیقا مشابه با لنگر ام بزرگ باشه. خب ما هم دوباره به همین صورت یه طول x رو جدا میکنیم. ما لنگرها و برشها رو توی تیر مجازی با حروف کوچیک نشون میدیم، لنگر داخلیش ام کوچیکه و برش داخل این تیر رو هم با وی کوچیک نشون میدیم. دوباره اگر حول این نقطه سیگما ام کات مساوی صفر قرار بدیم، میشه ام زب داره، این ام لنگر واحده، ام در واقع ام لنگر ناشی از بار واحده و نیروی واحد هم فاصله چقدر ایکسه، میشه یک ضرب در ایکس، یعنی ام به اضافه ایکس مساوی با صفر، که از این نتیجه میگیریم ام مساوی است با منفی ایکس، ام کوچیک مساوی با منفی ایکس. پس ما هم ام بزرگ رو به دست آوردیم که لنگر حقیقی هستش و ام کوچیک رو به دست آوردیم که ناشی از بار واحده. خب ما الان اینا رو داخل این رابطه قرار میدیم، داخل رابطه کار مجازی، و ازش دلتا بی رو به دست میاریم. اول اینکه این ای آی ثابت میاد بیرون و اینجا هم لنگرگیری که انجام میدیم به جای ام کوچیک منفی ایکسی که حساب کردیم میذاریم و به جای ام بزرگ هم منفی یک دوم کیو ایکس دو رو قرار میدیم، منفی در منفی مثبت، این یک دوم کیو هم میاد بیرون، بنابراین میشه کیو بر روی دوی آی و ایکس دو در ایکس هم میشه ایکس سه. انتگرال ایکس به توان سه میشه چقدر؟ میشه ایکس به توان چار چارم. پس این انتگرال هم خیلی راحت محاسبه شد، ایکس چار تقسیم بر چار، حدود انتگرال هم از اول تا آخر تیر، طول تیر هم ال هستش، بنابراین انتگرال از صفر تا ال میشه یک بار ال به جای این قرار بدی میشه کیو ال 4 بر روی 8 ای آی، صفر قرار بدی هیچی میشه صفر. پس کیو ال 4 بر روی 8 ای آی میشه چی؟ میشه دلتای این انتها که به این صورت به دست اومد. خب بریم سراغ قسمت بعدی که قرار تتا رو در بی حساب کنیم. خب برای محاسبه تتا در بی، ما به جای اعمال بار واحد در بی باید یه لنگر واحد در بی قرار بدیم و ام کوچیک رو مجدد حساب کنیم. این بار ام کوچیک برای چیه؟ برای اعمال لنگر واحده. چرا؟ چون میخواییم تتا رو این بار حساب کنیم. پس هر وقتی که خواسته باشیم دلتا رو حساب کنیم، باید نیروی واحد اعمال کنیم در همون نقطه‌ای که میخواییم اون دلتا رو حساب کنیم، و هر وقتی که در یه جایی از ساز قرار تتا رو حساب کنیم، در همون نقطه یک لنگر واحد قرار میدیم. الان من تو اسلاید بعدی در نقطه بی یه لنگر واحد قرار میدم و ام کوچیک رو مجدد حساب میکنم. آیا نیاز ام بزرگ رو حساب کنم؟ نه، نیازی نیست بچه ها، این ام یه بار همینه دیگه، ام کل ساز است. پس برای دفعه دوم این ام سر جای خودشه، فقط ام کوچیک عوض میشه. اون ام کوچیک جدید رو در این ام بزرگ قبلی ضرب میکنیم و تتا به دست میاد. پس ببینید من در اسلاید جدید این رو کپی کردم، این رو اصلا نیازی نبود که کپی کنم، این رو میتونیم حذف کنم، این رو حذف میکنم. من فقط این رو در واقع چون
در واقع اسلایده خیلی راحت کپی پیست میشه، من این رو آوردم، ولی شما تو محاسبات دستیتون که دیگه نیازی نیست این رو بنویسید، این فقط از اسلاید قبلی کپی پیست شده که جلوی چشمون باشه که ام بزرگ یه بار حساب شد این مقداره. خب ما برای محاسبه تتا دربی یه لنگر واحد دربی قرار دادیم و حول نقطه کات یک لنگرگیری انجام، سیگما ام برای این قسمت نوشتیم، حول نقطه کات مساویه با صفر نتیجه میگیریم، ام به اضافه یک مساویه با صفر. ببین اینجا ما یه لنگر ام داریم، یه لنگر یک رو داریم مساویه با صفر، در نتیجه ام مساوی با منفی یک. تموم شد، خیلی راحت این لنگر به دست اومد. توی رابطه یک در تتا بی مساوی است با ام ام بر روی ای آی قرار میدیم، ام کوچیک منفی یکه، ام بزرگ منفی یک دوم کیو ایکس دو هستش، منفی در منفی مثبت یک دوم کیو میاد بیرون میشه کیو بر روی دو ای آی، انتگرال ایکس دو میشه ایکس سوم، انتگرال ایکس دو میشه ایکس سوم، حدود انتگرال هم از صفر تا ال هستش که یه بار ال که قرار بدیم میشه کیو ال سه، بر روی 6 آی صفر که قرار بدیم میشه صفر. پس به این صورت تتای بی برابر با کیو ال سه بر روی 6 آی محاسبه شد. خب مثال دومی که در خدمتون هستیم باز یک تیر ساده هستش، یک تیر دو سر ساده است. در واقع مثال اول و مثال دومی که الان در خدمتون هستم هر دوتاشون یه جورایی مثال های آموزشی هستن و مثال سومی که حل خواهیم کرد یه مثال بهتری هستش. خب در این تیر دو سر ساده ما میخواییم اولا دلتای سی، دلتا در وسط رو میخواییم حساب کنیم، دلتای سی و تتای آ که مقدار در واقع دوران در واقع شیبی هستش که در نقطه آ اتفاق میفته رو بایستی حساب کنیم. خب دلتا در سی هستش، خب اول بایستی ام بزرگ رو حساب کنیم، یعنی لنگر داخل تیر رو حساب کنیم و بعدش بار واحد رو یه بار دلتا نیرو رو در سی قرار میدیم و بعدش در مرحله بعد یه بار لنگر رو در آ قرار میدیم، بار واحد رو در آ قرار بدیم. خب بریم سراغ حل. خب اول از همه ما بایستی نمودار لنگر تیر رو به دست بیاریم. خب اولین گام در این مرحله اینه که عکس العمل های تکیه‌گاهی رو به دست بیاریم. از اونجایی که بار ما بار گسترده است، یه بار گسترده است، من این قسمت برش خورده اینا رو حذف میکنم بچه‌ها، اینا رو حذف میکنم، اینجایی که شلوغ شده رو حذف میکنم. ما یه بار گسترده داریم کیو هستش، برآوردش میشه چقدر؟ میشه کیو ال. از این کیو ال نصفش به این تکیگاه میرسه، نصفش به این یکی تکیگاه که حالا من فقط این تکیگاه اینوری رو گذاشتم، کیو ال دوم رو گذاشتم. بعدش میام در فاصله x برش میزنم و این قسمتی که در طول x در واقع برش زدم جدا میکنم و حول جایی که جدا کردم لنگرگیری میکنم تا معادله لنگر داخلی، یعنی لنگری که در فاصله x جدا میشه به دست بیاد. یعنی به این صورت ما یک برش زدیم در فاصله x، در این فاصله x این مقدار m لنگر داخلی تیر هستش، این ام بزرگ، دنبال این هستیم با سین رو به دست بیاریم، این وی برش در فاصله x هستش با سی به دست بیاد. خب اگر ما طول در واقع x جدا کنیم برایند بار با شدت q در فاصله x میشه چقدر؟ میشه qx که در وسطش قرار میگیره، چون یه بار مستطیلی هستش و در وسط قرار میگیره. حالا اگر برای این قسمتی که با طول x جدا شده حول نقطه کات که اینجاست لنگرگیری کنیم، به دست خواهیم آورد که m به اضافه یک دوم qx در به اضافه یک دوم qx در x دوم که فاصله شه منهای ql x دو ql دوم ضرب در x میشه معادله تعادل لنگر و از این m به دست میاد. خب پس من این رو یه بار دیگه می نویسم. ببین ما اینجا m منفی هستش، منهای m qx در x دوم اینم منفی هستش
و QL دوم در فاصله X این یکی مثبت هستش. پس ببینید منهای M QL دوم در X مثبت، منهای یک دوم QX دو مساویه با صفر، این مساویه با صفر میشه که من برای اختصار این منفی M رو میبرم اونور مثبت میشه و این هم سر جای خودش هستش. پس منهای M میره اونور مثبت میشه و برابر با این مقدار میشه. پس ما مقدار لنگر داخلی رو به این صورت به دست آوردیم. پس به این صورت M لنگر داخلی به دست اومد. ما یه بار کافیه که بار واحد رو در وسط قرار بدیم تا چی رو به دست بیاریم؟ تا دلتای سی رو به دست بیاریم. پس برای محاسبه دلتای سی بچه ها، برای محاسبه دلتای سی من بار واحد رو کجا قرار دادم؟ در وسط قرار دادم. خب میدونید بچه ها الان که بار واحد رو در وسط قرار دادیم چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته که این دهانه ما، این تیر ما تبدیل به دوتا دهانه میشه، قبل از بار واحد و بعد از بار واحد. معنیش اینه که ما وقتی که بار واحد رو قرار میدیم لنگر ما معادله ام ما دو ضابطه ای هستش و بایستی دو بار برش بزنیم که معادله لنگر یک بار واحد اینجوری رو به دست بیاریم. پس یک بار برشی میزنیم قبل از بار و یه برشی میزنیم بعد از بار که لنگری که از این به دست میاد برابر با x از صفر تا ال دومه و لنگری که از برش دوم به دست میاد لنگر از ال دوم تا ال. خب من اگر بار واحد رو قرار بدم در وسط، عکس العمل های تکیگاهی یک دوم و یک دوم میشه، نصف این ور میرسه نصف این ور، در فاصله x کات میزنم، لنگر داخلی چون تیر با بار مجازی m کوچیکه، برشش v کوچیکه، حول نقطه کات لنگر بزنم، یک دوم در x مساوی با m، m مساوی است با یک دوم x. این برای چیه؟ این برای حالتی که این ور x برش بزنیم. خب حالا اگر ما از این طرف بعد از بار یه برش دیگه بزنیم، حالا خیلی از افراد هستن که برش رو از سر این وری میزنن، ولی وقتی که برش رو از این سر این وری بزنید بایستی مبدأ رو دوباره این ور بگیرید، یعنی از اینجا تا اینجا x میگیرید و این طول میشه چقدر؟ میشه المنهای های x. پس میتونستیم ما این ور رو بگیریم و طول رو المنهای x میگرفتیم و به نظرم ساده تر میشد، ولی من نه، برش رو از همون ابتدا گرفتم و بعد از بار. خب این طول که ال دومه و کل این طول هم xه، کل این طول xه، پس x منهای این ال دوم میشه x منهای ال دوم فاصله بار تا محل برش زدن. پس فاصله بار تا محل برش زدن x منهای الومه. حالا حول این کات اگر برش بزنیم، حول این کات اگر برش بزنیم نتیجه میشه که یه منهای M داریم، یه منهای M داریم، یه یک دوم در X رو داریم. اجازه بدید که من این رو جدا بنویسم، این نتیجه نهاییش، یک دوم در X رو داریم، یه منهای M رو داریم، یه منهای M به اضافه یک دوم در X، یک دوم در X میشه و این منهای یک لنگرش فاصله چقدره؟ X منهای L دوم، جمع این لنگرها مساوی با صفر میشه. خب این M میره اونور مثبت میشه، این یک دوم X با منهای X میشه منفی یک دوم X، منفی در منفی میشه مثبت، مثبت L دوم. پس این ام کوچیک بعد از بار میشه چقدر؟ میشه منهای یک دوم ایکس در ال دوم. پس بچه ها ما در این تیر با بار گسترده وقتی که بخوایم دلتا رو در سی حساب کنیم بایستی بار واحد رو در سی قرار بدیم. این بار واحد در سی که قرار میگیره معادله لنگر ام دو ضابطه ای میشه، قبل از بار و بعد از بار. من قبل از بار ام کوچیک رو حساب کردم، بعد از بارم ام کوچیک رو حساب کردم. در نتیجه وقتی که تو این رابطه قرار میدم، رابطه بار مجازی که قرار میدم یک در دلتا سی انتگرال ام در ام ای آی،
اینجا چون ام ما دو تا ام داریم، واسه انتگرال تبدیل بشه به دو تا باز از صفر تا ال دوم، ام اولی رو قرار میدیم ام در ام دی ایکس، اینجا هم یک ای آی که ثابت اومده بیرون، و از ضابطه دوم ام دومی رو قرار میدیم که از ال دوم تا ال هستش که تو هر دوتاشون هم ام بزرگ یکیه. خب ما قرار میدیم یک ای بر روی ای آی ثابته، ام کوچیک در بازه اول چقدره؟ یک دوم ایکسه یا همون ایکس دومه، و لنگر کلی چقدره؟ این لنگر که ثابته، QL دوم منهای یک دوم QX دوم. خب و این مربوط بازه اول بود. خب بازه دوم که مربوط به X بعد از بار هستش، یعنی از L دوم تا L هستش، حدود انتگرال L دوم تا L، M کوچیک که الان حساب کردیم مربوط به این بازه دوم بود به این صورت، منهای یک دوم X به اضافه L دومه که اینجا قرار دادیم، ضرب در M بزرگ، M بزرگ هم که ثابته. خب حاصل این انتگرال رو اگر حساب کنیم برابر است با 5 QL4 بر روی 384 EI خواهد بود. خب این انتگرال که همش بچه در واقع پارامترهای X داره و X2 از این داستان هاست، نهایتا انتگرال X به توان N داره که X به توان N انتگرالش میشه x به توان یکی بیشتر، یعنی x به توان n به اضافه یک تقسیم بر همون n به اضافه یک. ولی یه همچین انتگرال هایی رو بچه ها ما میتونیم با ماشین حساب حساب کنیم، یعنی هم ماشین حساب های دستی که حالا انتگرال دارن، انتگرال معین، و همین که همون نرم افزار در واقع اندرویدی که ماشین حساب کاسیو مدرن رو داره میتونیم با استفاده از اون این انتگرال رو حساب کنیم. چجوری بچه ها؟ ما اولا یک کیو که فاکتور میگیریم، کیو که فاکتور گرفته شده از اینجا، این کیو فاکتور گرفته شده اومده بیرون، اینجا هم یک کیو فاکتور گرفته شده اومده بیرون، اینجا حدود انتگرال به جای صفر تا یک ال دوم از صفر تا یک دوم میگیریم، یعنی تمام ایکس ها انگار تقسیم بر ال شده، یعنی اینجا این به جای x ها x الوم گذاشتیم و کلن از پارامتر l هم صرف نظر میکنیم، پارامتر l هم صرف نظر میکنیم. پس این انتگرال از صفر تا l دوم تبدیل به صفر تا یک دوم میشه، x دوم سر جای خودش، به جای q هیچی قرار نمیدیم چون فاکتور، به جای l هم هیچی قرار نمیدیم، این فقط میشه x دوم منهای یک دوم x دو دی ایکس، این دقیقا تو ماشین حساب میتونید تایپ کنید این رو، به اضافه یک دوم تا یک منهای ایکس دوم به اضافه یک دوم در اینجا دوباره ال هیچی ایکس دومه و اینجا هم منهای یک دوم ایکس دوم. فقط اینجا ببینید یه دونه ایکس، اینجا هم ایکس به توان دو داره، پس ایکس در ایکس دو میشه ایکس سه، در واقع ال به توان سه بایستی یه ال به توان 3، خود دی ایکس هم میشه یه ال دیگه، میشه ایکس به توان 4. پس ما یه ایکس به توان 4 داریم چون انتگرال ایکس به توان 3 میشه ایکس به توان 4، یه ال به توان 4 کیو ال به توان 4 بایستی بیاریم بیرون، ضریبشم اینه، ضریبشم 5384 همه که میشه با ماشین حساب حساب کرد. این نوعه حل عددیه که حالا این رو هم اینا رو هم در واقع با دستی بسا دستی هم حل نکنید، نحوه در واقع یه تغییر متغیر x الوم هستش، x تقسیم بر l رو اگر به عنوان متغیر بگیرید این دامنش به جای 0 تا l به 0 تا 1 تغییر میکنه و انتگرال رو به صورت عددی میتونید حل کنید. خب این قسمت اول بود که دلتا c رو حساب کردیم. برای قسمت دوم که قرار تتا a رو حساب کنیم، به آ به گره آ یک لنگر واحد وارد میکنیم، اینجا دیگه یه دهانه ایه، مثل قبلی نیست که دو دهانه باشه، اینجا یه دهانه است، یه دهانه در فاصله ایکسی برش میزنیم، در فاصله ایکس که برش بزنیم اینجا منهای ام به اضافه عکس العمل تکیگاهی اینجا یک دومه. این عکس العمل تکیگاهی چجوری به دست اومده؟ قبل از محاسبات این عکس العمل تکیگاهی فکر کنم اشتباه است، اجازه بدید من این رو قبل از اینکه
محاسبات رو انجام بدم، عکس العمل تکیگاهی رو به دست بیارم قبل از برش. یعنی اینجا فرض کنید اینجا آی وای باشه، آی وای کوچیک، سیگما ام هول نقطه بی، هول نقطه بی مساوی صفر قرار میدم که بخوام عکس العمل تکیگاهی رو به دست بیارم. عکس العمل تکیگاهی یک دوم به نظرم اشتباه است. در نتیجه آی وای در ال لنگرش مثبته، آی وای در ال، آی وای در ال به اضافه یک مساوی با صفر، به اضافه یک مساوی با صفر، که از این نتیجه میگیریم که آی وای مساوی با یک الومه. پس آی وای مساوی با یک الوم، اون یک دوم اشتباه بود، یک الوم درسته. ببینم محاسبات رو بر اساس یک الوم نوشتیم یا یک دوم، که اگه یک دوم باشه اشتباه است، بایستی اصلاح کنیم. بنابراین آی وای مساوی است با یک الوم، آی وای مساوی عکس العمل تکیگاه اینجا یک الوم. حالا حول حالا اینجا یه ایکس جدا میکنیم و حول این نقطه کات لنگرگیری میکنیم. این ام منفی هستش و این ام منفی هستش، این بار یک الوم در ایکس ضرب میشه. پس اینجا ما یک دوم تو محاسبات به کار بردیم، به اضافه یک مساوی با صفر، این ام منفی ام خودش میره اون ور مثبت میشه، این دوتا هم که سر جای خودشون مثبته. پس اینجا یک الوم ایکس بوده به اضافه یک، که از این نتیجه میگیریم عرضم به حضورتون که اینجا پس لنگری که برای ام کوچیک است یک الوم ایکس هستش، یک الوم ایکس هستش، که اینجا بایستی این به جای انتگرالی که حساب کردیم بایستی ایکس قرار میدادیم، اینجا هم ایکس دومه، منهای یک دوم ایکس دو بایستی این ضریب رو حساب میکردیم. خب رفتیم تو ماشین حساب و انتگرال، ببینید این گفتیم الارو کاری نداریم، میشه x به اضافه 1 در این q که ساده میشه، ببینید این q و این q فاکتور گرفته شه میشه و میاد بیرون، یعنی q بر روی ei فاکتور گرفته میشه، q بر روی ei فاکتور گرفته میشه. و اینجا هم یه دونه x داریم، اینجا هم یه x به توان 2 داریم، میشه x3، که حاصل x میشه x4، که اگر l توش قرار بشه گرفته بشه میشه l4. پس ضریب اینجایی که داریم ql4، این ضریب پارامتریک که داریم اینجاست. فقط عدد پشتش رو میخوایم، این عدد پشتش حاصل انتگراله. انتگرال چجوری حساب میشه؟ این l رو کاری نداریم، این x قرار میدیم به اضافه 1 1 دوم، چون ql رو دیگه کاری نداریم، میشه 1 دوم x منهای 1 دوم x2، که حاصل انتگرال شده یک هشتم. پس حاصل کل انتگرال میشه یک هشتم، یک هشتم QL4 بر روی EI، که حالا می‌نویسیم QL4 بر روی 8EI، اینجوری بهتره. این هم حاصل تتای A هستش که به این صورت به دست میاد. و این به این ترتیب هم که بهتون گفتم نحوه استفاده از ماشین حسابه. اگه هم دوست نداشتید خودتون میتونید اولی رو در اولی ضرب کنید، اولی رو در دومی، دومی رو در اولی، دومی رو در دومی، میشه 4 تا عبارت، 4 تا انتگرال میشه و حد بالا منهای حد پایین. میتونید انتگرال رو دستی هم حساب کنید، ولی اینجوری دیگه میتونید از ماشین حساب استفاده کنید. و مثال آخر این بخش که یک تیر یه سرگیردار هستش و دو دهانه و مقدار ای آی هم متفاوت هست، ای آی این دهانه دو ای آی، این ای آی این قسمت یه ای آی، و طول یه طول ال دوم و یه طول ال دوم که بارگذاری کیو داره. ما میخوایم تتای بی و دلتای بی رو حساب کنیم. مثلا میشد یه مثلا دلتای این وسط رو هم به دست بیاریم، که حالا من همین تتای بی و دلتای بی رو با استفاده از روش بار واحد میخوام حساب کنم. اینجا میبینید تیر یه سرگیرداره، معلومه که از سر گیردار برش بزنیم شاید راحت تر باشه، که ما این کار رو هم کردیم. ولی این تیر بچه ها دو دهانه است، چون دو تا دهانه داره ما بایستی برای محاسبه امش با
بایستی حتما چیکار کنیم؟ بایستی دو تا برش بزنیم. یعنی ما اگر این نقطه رو اسمش رو بذاریم این نقطه وسط سی باشه، دهانه آسی یه دهانه، دهانه بی سی هم یک دهانه برش بایستی بزنیم. خب ما برش رو، من برش زدم، شکل برش خوردارم اووردم پایین دیگه. حالا تو قبلی ها شکل برش خورده رو جدا نکرده بودم، ولی اینجا شکل برش خورده رو جدا کردم. یعنی اول یک در واقع برشی میزنیم در دهانه بی سی، برای پارت بی سی ایکس ما بین 0 تا ال دوم هستش. اگر این ایکس رو برش بزنیم و جدا کنیم و حول این نقطه کات که این نقطه سبز لنگرگیری کنیم، ام در کیو ایکس دو کیو ایکس در یک دوم ایکس مساوی با صفر، ام به دست میاد منهای یک دوم کیو ایکس دو، دقیقا شبیه قبلی که حالا بار گسترده هم داشت از سر آزادم لنگرگیری کردیم، شبیه همون مثال اولی به دست اومد. ولی برای حالتی که ایکس ما بین این برشی که میزنیم، یعنی از این و از اینجا تا اینجا برش میزنیم واسه دهانه آسی، یعنی برای دهانه آسی که ایکس ما بین ال دوم تا ال هستش، برشی که میزنیم این قسمتی رو که جدا میکنیم به این شکلی هستش که اینجا میبینید، با یک طول ایکس جدا کردیم، لنگر داخلیش ام بزرگه و برش وی رو هم داریم، کل طولش ایکس، طول بار هم که ال دوم، نصفش ال چهارم، نصفش ال چهارم، پس فاصله مرکز سطح بار تا این برش خورده چقدره؟ کلش ال چهار، کلش ایکس، یه ال چهارم ازش کس شده میشه، ایکس منهای ال چهارم، فاصله برایند بار گسترده است تا محل برش. این فاصله رو نیاز داریم واسه لنگرگیری. حوله نقطه کات که نقطه سبز است اگر لنگرگیری کنیم، مثبت ام این کیو ال دوم در ایکس منهای ال چهارم ضرب میشه، همین یه بار رو داریم مساوی با صفر که این میره اون ور منفی میشه، میشه منهای کیو ال دوم در ایکس منهای ال چهارم. خب پس نتیجه میگیریم ام بزرگ در این مثال، ام بزرگ الان دو ضابطه ای شد، مقدار ام در دهانه اول اینقدره، مقدار ام در دهانه دوم این مقدار پایینه. ولی حالا اگر بخوایم دلتای بی رو حساب کنیم، دلتای بی مقدار لنگر بچه یه دونه است. ببینید اگر بخوایم دلتای بی رو حساب کنیم، بار واحد رو در بی قرار میدیم، یه دونه برش میزنیم، چون اینجا دیگه یه دهانه محسوب میشه، یه دهانه محسوب میشه. پس نتیجه میگیریم که این ایکسی که یک برش بزنیم، این ام داخلیش که ام کوچیک هستش، نیرو داخلیش وی هستش، در فاصله ایکس که برش خورده، سیگما ام هول کات مساوی با صفر، نتیجه میگیریم که ام به اضافه یک در ایکس مساوی با صفر، ام میشه منفی ایکس، تموم شد. پس ام این بار یه دونه ضابطه داشت، ولی ام بزرگ دو تا ضابطه داشت. و یه نکته دیگه هم که هست، در دهانه اول ای آی ما دو ای، تو این دهانه ای آی ما دو ای آی، تو این ای آی، تو این یک دهانه ای آی ما چقدر؟ دو ای آی. بایستی به این هم توجه کنیم. ببینید این رابطه‌ای که داریم به این صورت هستش، یک در دلتای بی مساوی است با انتگرال ام ام بر روی ای آی، تبدیلش میکنیم به دو تا دهانه، دهانه صفر تا ال دوم دهانه بی سی هستش. ببینید امی که داره، ام کوچیکی که داره، تو هر دوتاشون ام کوچیکش منفی ایکسه، ولی ام بزرگش اگه یادتون باشه منهای یک دوم کیو ایکس دو هستش واسه سر آزاده. تو این قسمت اول، این قسمت اول ای آیه چقدره؟ یه ای آیه، تو مخرج یه ای آیه قرار دادیم. و میریم واسه پارت دوم، ببینید همون اول مخرج چقدره؟ دو ای آیه، پس مربوط به این پارته، مخرجش دو ای آیه، ام کوچیکش چقدره؟ ام کوچیک کلن منفی ایکسه، ولی از ام در این پارت دوم، ام بزرگ در پارت دوم استفاده میکنیم که حالا از این دوتا رابطه، این کیو داره، این هم کیو داره، ای آی داره، ای آی هم داره، کیو بر روی ای آی کلن فاکتور گرفتیم و از این اولی کیو بر روی، چون اینجا هم یک دوم داره، یک دوم هم فاکتور گرفتیم، این انتگرالش آسون میشه دیگه، احتیاج به ماشین حساب هم نداره. این یک دوم ای آی Q
کیو بر روی دوی آی فاکتور گرفتیم، انتگرال x در x میشه x به توان 3، انتگرال x 3 میشه x 4 چهارم از صفر تا ال دوم، و این یکی چی؟ این یکی هم کیو ضرب در ال بر روی دوی آی فاکتور گرفتیم، خودش هم دو داشت، این در این دو هم ضرب میشه، میشه 4 بر روی کیو ال بر روی 4 ای آی. خب اینجا انتگرال یه انتگرال x ضرب در x میشه انتگرال x 2 که میشه x 3 سوم، x خالی در ال 4 یه ال 4 سر جای خودشه، انتگرال x خالی هم میشه x 2 دوم که حدود انتگرال ما بین ال دوم تا ال که دیگه جایگذاری کردیم، این اگر ال دوم جاش قرار بدیم کیو ال 4 بر روی در واقع به جای x ال دوم قرار دادیم که شده x کیو ال 4 در روی 128 ای آی، و اینجا هم حد بالا منهای حد پایین کردیم که مقدارش در نهایت شده 1192 کیو ال 4 بر روی آی، که این رو هم بچه ها میتونستید با ماشین حساب بزنیم. مثلا من الان اگه بخواید من این رو با ماشین حساب میزنم که ببینید این ماشین حساب به چه صورتی خواهد بود، من این رو استثناءن میزنم، این یکی رو ببینید به چه صورتی هستش. خب اولا میدونیم که اینجا یه ای آی فاکتور گرفته میشه، کیو هم فاکتور گرفته میشه، x در x دو میشه x 3 و یه انتگرال دیگه میگه جوابش میشه x 4، پس یه ال 4 کیو ال 4 بر روی ای آی ازش میاد بیرون، ما فقط این ضریب رو بایستی با استفاده از انتگرال حساب کنیم. من این انتگرال دوتا انتگرال رو در واقع حساب میکنم، این شبیه ماشین حساب صفر تا ال دوم صفر تا یک دوم پرانتز باز اولی، حالا منفی ایکس، من همون ایکس رو میذارم، دومی یک دوم ایکس به توان دوه در یک دوم توان x در دی x، این انتگرال اول. انتگرال دومی حدودش از یک دوم تا چند تا یک، خود انتگرال چیه؟ خود انتگرالم منفی در منفی دوباره مثبت میشه، x در این یک دوم در یک ضرب میشه، میشه یک دوم x، یک دوم در این یک چهارم ضرب میشه، میشه منهای یک هشتم، منهای یک هشتم، که حالا من این انتگرال رو دستی حساب کردم، واقعا دارم الان با ماشین حساب حسابش میکنم، ببینیم چقدر میشه 41.84. پس این جواب رو که دستی حساب کردیم درست نبوده، من جواب درست رو که به دست اومده به این صورت قرار میدیم، این واقعا دستی حساب کردیم اون بار که این مقدارش اینجوری به دست اومده. خب این البته 192 دو برابرش میشه 384، حاصل اینجا هم شده 22 ولی مال ما شده 41. حالا ببینیم این منفی مثبت شم یه لحظه چک کنیم بچه‌ها ببینیم درست هست یا نه، یه x اینجا داره، البته اینجا بچه‌ها یک دومی جا مونده، اینجا یک دوم جا مونده، 1192. پس نه، محاسبات قبلیمون درست بود، اینجا یک دوم تو مخرج بود مربوط به ای آی جا مونده بود، من یک دوم رو اعمال کردم، پس محاسبات دستیمون هم درست فکر کردم شاید درست نباشه. خب پس اینجا محاسباتمون هم درست بود، این مربوط به محاسبه دلتای بی بود، برای محاسبه تتای بی دقیقا همین مراحل قبلی رو انجام میدیم ولی یک لنگر واحد در بی قرار میدیم، در فاصله x کات میزنیم، m کوچیک به دست میاد، این m به اضافه 1 مساوی با 0، اگر حول نقطه سبز لنگر بگیریم m مساوی منفی 1، همون انتگرال قبلی هستش، 1 در تتا تبدیل میشه به دو تا بازه 0 تا ال دوم، ال دوم تا ال، ولی به جای اون انتگرال، به جای اون m کوچیک که قبلی منفی x بود اینجا منفی 1 قرار میدیم، منفی 1 قرار میدیم و انتگرال رو به دست میاریم، یعنی اینجا من همین قبلی رو به جای x یک قرار میدم، چون منفی در منفی مثبت شد، به جای این یک قرار میدم، اینم یک قرار میدم، این در واقع همون قبلیه که شده 1/12. اینجا هم شاید نمیدونم، شاید 1/12 به نظرم درست تر در میاد، 0 تا ال دوم، 0 تا ال دوم 1 در 1/2 x2
اضافه یک دوم در یک دوم اضافه یک، من به نظرم این یک دوازدهم درست باشه که این حاصلش رو بچه ها پس بنویسید. یک دوازدهم، من 596 رو نوشتم، من به نظرم یک دوازدهم صحیح تر میاد. من اینا رو برمیدارم، این جواب نهاییش یک دوازدهم QLC بر روی AI خواهد بود. خب این هم بچه ها آخرین مثالی که داشتیم. میتونید پس برای انتگرال ها از ماشین حساب استفاده کنید و خیلی راحت این انتگرال ها رو به این صورت حساب کنید. تکلیف شماره 10 شما بچه ها یک تیر اینجوری هستش، تیر دو سر ساده هستش به اضافه یک قسمت دهانه‌ای که اینجا به صورت توره‌ای داره. قراره که دلتای بی رو حساب کنید، تتای آر رو حساب کنید، تتای دی و دلتای سی. وقتی که میخواید دلتای بی رو حساب کنید، اولا لنگر در دو تا دهانه میشه، دهانه اول دهانه دوم، لنگر بار واحد هم در دو دهانه میشه، دهانه اول دهانه دوم. پس دلتای بی هم خود لنگر اصلی دو دهانه است، هم در واقع لنگر بار واحد هم دو دهانه است. تتای آ هم دقیقا همین جوریه، تتای دی هم دقیقا همین جوریه. تتای آ ما بایستی بار واحد، لنگر واحد رو تو آ قرار بدیم، واسه تتای دی هم بایستی لنگر واحد رو تو دی قرار بدیم. فقط این وسط دلتای سی، دلتا تو اینجا وقتی که میخواید بار واحد رو توی سی قرار بدید، بایستی یه دهانه قبل از سی، یه دهانه بعد از سی و یه دهانه هم بعد از دی حساب کنیم که بعد از دی لنگرش صفره، چیز خاصی نیست. اینجا هم یه جورایی فقط همون دو دهان است. پس به این صورت بچه‌ها ما میتونیم این چهار تا پارت رو، چهار تا تغییر شکل رو تو این مثال، تو این تکلیف شماره 10 محاسبه کنیم. خب این جلسه هم بچه‌ها به اتمام رسید.